نگاه کنید، ما اسکن بادی رو، این اسکن پوسته، اسکن پوست ما روی ایمپلنت قرار گرفته و ما، من بخوام یه عکس واضح تر نشون بدم خدمت شما، شما اگه اینجا رو نگاه کنید، این ایمپلنت ما روش اسکن پوسته. وقتی که میخواید اسکن بادی رو قرار بدید، برای اینکه هگز ایمپلنت ها دقیقا مشخص باشه وضعیت به چه صورته، باید این در مسیر شیار مربوطه قرار بگیره، یعنی شیارش رو دقیقا نگاه میکنید و این باید تو اون مسیر بشینه. این اسکن بادی هستش که رو اسکن پوسته. حالا بعضی از موارد میبینی که مثلا سیستم های دیگه اسکن بادی هاشون، اسکن پوست هاشون یک تیکه با پیچ بست میشن، بعضی هم که به صورت هیلینگ اسکن پوست هستن. ما بعد از اینکه اینا قرار میدیم، سیستم از ما وقتی که ما تقاضا میکنیم چنین پروسه ای انجام بشه، ما اینجا معمولا اگه قرار باشه دو تا فکو انجام بدیم، اسکن در واقع ایمپلنت رو، ممکنه لسه رو برای دو تا فک انتخاب کنیم، ولی اینجا ما فقط دندون پنج پایین رو انتخاب کردیم که مدت اسکن کردن ما کم بشه و اینجا یه دونه جینجیوا به ما میده، یعنی این که به ما میگه که یه دونه بدون وجود اسکن پست و اسکن بادی اسکن کن، یه دونه با وجود اسکن پست یا اسکن بادی، که آچارش اگه برای من بیارن، من الان وضعیت رو به شما میگم که باید به چه صورت انجام بشه. خب یه اسکن هستش که باید از فک مقابل انجام بشه. من اسکن فک مقابل رو انجام بدم، دوباره برسیم به وضعیت. من اینجا اول رو آپر میذارم، من فقط میخوام نیمفک مربوطه رو اسکن کنم، نمیخوام اسکن بیشتری انجام بدم. به خاطر اینکه تصویر بتونید داشته باشید، من اینو بزنم حذفشه که شما تصویر بشه. من الان نیمفکی که مقابل این ناحیه هست رو اسکن کردم. من این آچارش اگه باشه به من آچارش رو بدن. الان وضعیت رو میام روی موردی که میخوای ابتدای قضیه، میتونم با وجود اسکن بذار ما ابتدای قضیه ببینید، میتونیم از وضعیت لسه ابتدای قضیه برای شما اسکن کنیم. گفتیم معمولا سعی میکنیم نواحی که اسکن پست و اسکن بادی هستش یه ذره از اون ناحیه بیشتر فاصله بگیریم و از یک دندون شروع کنیم. پس ابتدا از وضعیت جینجیوا ما اسکن میگیریم، همیشه دندونهای مجاور به دقت باید اسکن بشن تا کنتکت پروتزی که میخوان درست کنیم به درستی بتونیم اونجا ارتباط با دندونهای مجاور رو داشته باشیم. وقتی عملیات اسکن اینجا انجام میشه، ما اسکن پست رو قرار میدیم سر جاش به خوبی بشینه و پیچ رو میبند. دقیقا باید هگزش سر جا نشسته باشه و بازم میگم دقت کنید که شیاری که داره اسکن پست درست در مسیر همون شیار این بشینه و کاملا نشسته باشه این ناحیه. و یه اسکن دیگه که اینجا باید انجام بدیم، ما فکو وقتی اشتباه انجام میدیم میتونیم به این صورت کپی کنیم این ناحیه، این کپی میشه، این ناحیه رو میتونیم اسکنش رو حذفش کنیم که بیایم مجدد این ناحیه رو اسکن کنیم. حالا یا اینکه میتونیم فقط جابجاش کنیم.
مسئله بعدی الان فک پایین رو با وجود اسکن پست و اسکن بادی اسکن میکنیم. من فکرم آیه مهندس جنیدی هم کم کم باید به ما اضافه بشن که ما بتونیم به صورت لایو باشون از حالا ارتباط رو برقرار کنیم، چون وقتمون کمه تا فکر کنم 5 دقیقه دیگه وجود ایشون برای ما ضروری باشه. دقیقا یادتون باشه اتصال این ناحیه و هد این ناحیه به دقت اسکن شده باشه. مسئله بعدی اکلوژن ناحیه است که اکلوژن هم باید به خوبی انجام بشه که ما بخوایم اکلوژنش رو انجام بدیم میام روی